Zu den Opfern gehört Ayatollah Beheshti, nach Revolutionsführer Khomeini der einflussreichste Mann des Iran. Neben Beheshti zählen 4 Minister, 6 stellvertretende Minister, der Gouverneur der Zentralbank und mindestens 20 Parlamentsabgeordnete zu den Opfern des Anschlags. Für den amtsenthobenen Bani Sabra eine unerwartete Möglichkeit, da er ja in der Bevölkerung die Politik der Gewaltlosigkeit symbolisiert, der bezeichnenderweise keine massive Protestwelle ausgelöst hat. Und aus dieser Situation ergibt der Bombenanschlag mit Sicherheit ein Revancheakt der radikalen Opposition für die Hinrichtung der Regimegegner in den vergangenen Tagen, wäre wegen seiner Brutalität vor 2 Wochen noch nicht möglich gewesen. Bilden im Bewusstsein weiter Teile der Bevölkerung sogar eine Legitimation für den Anschlag. Und aus dieser Situation ergibt... سلام. آقای رضوی. سلام. رو صندلی بشین. به من نگاه کنید. همین صندلی که اینجا هست، این روبرو. بله. به من نگاه کنید. من به محضی که نماز تمام شد، نماز مغربه شد، وارد جلسه شدم. خب چه اتفاقایی افتاد در ادامه؟ قبل از اینکه من وارد اون سالن بشم، جلسه شروع شده بود و آقای بهشتی سخنران اون جلسه بودند. چون گروه بزرگی شده بودیم، ما رفته بودیم به طرف پاستور که به اصطلاح مجلس بود. چی رو میگید الان؟ کدوم رو میگید؟ هفته تیر رو مگه نمیگید؟ چرا بخوام از هفته تیر، قبل هفته تیرش که ما بیاییم به هفته تیر، هفته تیر وقتی اتفاق افتاد همه رو دعوت میکردن. قاعدش بود که من چون میزبان بودم اون تای سالن باید میشستم. ادب ایجاب میکرد که میهمونا که وارد میشن ما بلند شیم براشون بایستیم، احترامشون کنیم و هدایتشون کنیم توی جلسه. و هر هفته دعوت میشدیم؟ دعوت میشدیم، گزارش میدادیم دیگه. چون قبلش هم 14 اسفندم بود، 14 اسفندم اتفاق افتاده بود، مسئله دانشگاه تهران. حالا اونو کار نداریم. کاری باش نداریم. ببین اینا شما شما در واقع جلسه هفتگی هز دعوت میشدیم. دعوت میشدیم. نه، صندلی های خالی به هر حال بود دیگه، هر کسی که وارد میشد البته تشویق میکردن که بیشتر به سمت جلو برن که از جلو صندلی ها پر بشه. کی تشویق میکرد؟ آقای مهندس جمالی که رفت اون جلو نشست. خب اول جلسه بود و در حقیقت ردیف های دوم سوم خالی بود، جلو نشستن. منو صدا کردن که فلانی بلندشو بیا کارت دارم. گفتم من باید اینجا باشم. گفت پاشو بیا، میترسی بمب گذاشته باشم؟ من سمت چپ سالن بودم، نزدیک به دیوار.
یه 2 متر 3 متری به تریبون شهید بهشتی فاصله داشته. خوبه، بعد صدا میرسه. وقتی صدا تنظیمه دیگه دست نخوره بهش که الان باز چیتای بله الان خوبه دیگه صدا میرسه. دستور جلسه راجع به مسائل گرانی و مبارزه با گرانفروشی و گرانی بود، ولی خب به خاطر اهمیت موضوع مسئله تغییر پیدا کرد. سخنرانی دکتر بهشتی راجع به چی بود یادتون میاد؟ نه، مثلا مسئله ریاست جمهوری بود که کی ریاست جمهوری بشه، چطوری بشه، چه کاری انجام بشه. مسئله اولی که خب ایشون داشت توضیح میداد که امام نظرشون این است که رئیس جمهور از روحانیون نباشه و ما در بین افراد موجودی که الان داریم، موقع مرحوم رجایی نخست وزیر بود، اینجوری فرمودن که کاری بکنیم که دوباره گزیده نشویم. یک بار ایشون صحبتش رو قطع کرد و اشاره به جمعیت گفتند رایحه دلانگیزی به مشام میرسه، آیا شما هم حس میکنید؟ کجای صحبت دکتر بهشتی بود که انفجار اتفاق افتاد؟ اینجا که بزرگوار فرموده بودن که بوی بهشت را استشمام میکنن، یه همچی چیزی گفتن؟ بله. یعنی شما خودتون هم شنیدید این جمله رو گفته باشن؟ این مضمون برام آشنا بود. پس الان خیلی مطمئنم نیستید که دقیقاً این جمله بوده باشه؟ خدمتتون هست شد که ایشون داشتن صحبت میکردن، یه جمله خیلی تاریخی هم اون زمان گفتن، جمله شون این بود که گفتن ما دیگه نباید اجازه بدیم یک مهره آمریکا رئیس جمهور ما بشه. بعد از همین جمله بود که سالن منفجر شد. صدای خیلی پهن و قوی و ولی تیز نبود. اون شب من در اتاق مسئولیت استانهام مشغول کارهای حزبی بودم. لحظه انفجار پس تو اتاق خودتون بودید؟ بله، من گفتم که با آقای معلا و با آقای سبحانی نیا داشتیم صحبت میکردیم. لحظه انفجار رو به دلیل اینکه صدا خیلی قوی بود فوق شنوایی من بود، علیزا من صدا رو نشنیدم. من یادمه من از زمین بلند شدم به طرف بالا ایستا، از شمال رو به شرق شدم، دستم هم گرفتم اینطوری به صورتم، یه آتشی هم دیدم که بنا به عادت یا ابوالفضل تکیه کلامنه گفتم و دستم آوردم به صورتم و دیگه چیزی متوجه نشدم. فقط چیزی که من فهمیدم یک برقی از جلو چشمم عبور کرد و یک زنگی هم به گوشم نواخته شد. من تصور کردم بمبو برای من منفجر کردن، چون خیلی دنبالم بودن که برام توته بود ترور و اینها راه بندازن. اون جرقه رنگی به اصطلاح سبز و زردی که اتفاق افتاده بود اونو بعدن یادم اومد. سلام. به من نگاه کنید. منو نگاه کنید. رو صندلی بشینید. از در کمیته که خارج شدم یه صدای وحشتناک شنیدم. صدای انفجار وحشتناک بود، خیلی سنگین بود. بلافاصله یکی از واحدهای گشتی که در محل بود گفت حاج آقا در سرچشمه بیاین. زنگ حریق به صدا در اومد، بچه‌ها با عجله از میله فرودی که تعبیه شده تو طبقات ایستگاه آویزون شدیم و به همکف که پارکینگ ماشین هاست، من طبق معمول ماشین پیش رو که ماشین فرماندهی سوار شدم و نیروهای بعدی هم پشت سر من همینطوری حرکت کردیم.
که در بین راه که داشتم راه میافتادم آدرس عریق رو به من دادن، چهارراه سرچشمه دفتر حزب جمهوری اسلامی. با سرعت رفتیم جلو، دیدم که دو تا پاسدار قنداقی زدن به ماشین، زدن به ماشین، گفتن آقا این آتش سوزی نیست، بمبگذاریه. یک کتک مختصر کوچولی هم خوردیم و حتی دو سه تا رو سر صورت من کوبیده شد. این ماشین چی آوردید؟ ماشین بیارید که این آوا رو بردارید، لودر بیارید فلان. گفتن خب بذار من برم ببینم محل حادثه رو. یه نفر از بچه‌ها که آشنا بود زنگ زد به من، من سریع پریدم رو موتور، خودم رسوندم اونجا. کاملا ساختمون خوابیده بود، ساختمونی که اینا کنفرانس داشتن کاملا خوابیده بود. این سقف اگه باشه این چارگوش نمید، دقیقاً چارگوشش اومده بود پایین. یعنی هیچ چی دیده نمیشه الا یه سقف که مردم دارن روش راه میرن. وقتی که من وارد منطقه شدم، دود، گرد و غبار همه فضا رو گرفته و مامورین نجات آتش نشانی حضور دارن. یه عده زیادی از زیر آوارا افراد میارن بیرون، حالا بعضیا شهید شده بودن، بعضیا مجروح. امکانات بسیار ضعیف بود اون زمان، خیلی ضعیف بود. ما یه لودوری بیشتر اون موقع نداشتیم، بیل میکانیکی اصلا نداشتیم. از طرفی هم برق قطع شده بود، با نور ماشین و با نور افکن آورده بودن اونجا که بتونن خاک برداری کنن، که اینا هم خیلی مشکل بود، خیلی سنگین بود و خیلی حاد بود، چاره ای هم نبود. اما نیروهای اونجا بودن که ما رو عذاب میدادن. مثلا آقای هادی غفاری اونجا بود که با یه گروهی، فکر میکنه اون موقع کمیته بود، واسه خودش جمع کرده بود، فقط دنبال این بودن که اسناد رو جمع کنن. بعضی از صداها از زیر چیز میومد که بابا رو سقف راه نرید، ما زنده ایم، اینجا پای من زیر گیر کرده، من گردنم این زیر گیر کرده. فقط به اندازه یک مچ کف دست جلو دهنم باز بود که با سختی نفس میکشیدم. وقتی که بالای سر ما آمدند فشار سنگین‌تر شد، اون مقدار جایی که جلوی دهن من در واقع جا داشت برای که من به سختی نفس میکشیدم، اون هم خاک پر کرد و دیگه لبهای من با خاک مماس شد. من دیگه در واقع مرگم رو قطعی دیدم. بعضی از چیزایی که باعث شد نفرات زنده موندن چپ و راست شدن صندلی‌های اون زیر بود که مثلا از سرگردن اینا محافظت کرده بود. ظاهر قضیه یک صندلی مثلا شده بود حافظ سر من و سر من در حالت در پناه خدا، ولی به هر حال اون صندلی مثلی که مثلا سر من رو از اینکه له بشه جلوگیری کرده بود. علت اینکه من مجروح شدم ولی شهید نشدم این بود که آقای جواد سرافراز جای خودش رو به من داد. من کنار دیوار نشستم، ایشون اونجایی که من میخواستم بشینم نشست. یک قسمتی از سقف که فرو ریخت آمد گرفت به همین آقای سرافراز، ایشون به همین دلیل اونجا شهید شد و من بین این تیکه از سقف و دیوار موندم. جمعیت زیادی بیرون واسطه بودن که اجازه نداشتن بیان تو. از آتش‌نشانی می‌پرسن آقا دکتر چی شد، دکتر چی شد، دکتر بهشتی منظورشون بود. اون خبرها اون ساعت‌های اول خیلی متناقض بود. خیلی‌ها می‌گفتن الحمدلله ایشون حالشون خوبه، بعد کس دیگه‌ای می‌گفت نه ایشون شهید شدن، بعد می‌گفتن مجروح شدن تو بیمارستان هستن. خبرها به جور متنوع و متناقض می‌اومد. فکر می‌کنم که دیگه به اصطلاح اون تایید نهایی کار ساعت 2:30 بعد از نصف شب منتشر شد. با کمیته منطقه نو تماس گرفتم.
دو دقیقه بعد اعلام کرد 104 بودم به گوشم بیاین روی این خط. رو خط که اومدم گفت اون موردی که فرمودین الان تو خیابون بهشته. تا گفت خیابون بهشت من متوجه شدم که کار تموم شده و ایشون رو منتقل کردن به پزشک قانونی. وقتی ما بردن بالای پیکر شهید بهشتی یادمه که ریشای ایشون سوخته بود و جمع شده بود، شکم ایشون دریده شده بود، دست راست ایشون از اینجا قطع شده بود بر اثر انفجار و پای چپشون هم از رون به بالای زانو قطع شده بود، یعنی به دیکه وصل بود. من خیلی حزب رفت آمد نداشتم، بالاخره یه نفر شناخت ما رو و راه دادن رفتیم داخل. فردی بود که مسئول اتاق تکثیر و انتشارات حزب بود که اتاقش توی حیات بود. منو نمی‌شناخت. من هم تو مبهوت داشتم نگاه می‌کردم اینام دارن چه کار می‌کنن. این اومد و خب گریه می‌کرد، بی‌تابی می‌کرد. به من گفت، من دید من آرام وایسادم دارم نگاه می‌کنم، گفت خب برای تو که نمی‌دونی بهشتی کی بود. تو نمی‌دونی بهشتی کی بود. سقف این سالن به خاطر این ساختمان قدیمی بود، آسفالت روی آسفالت اومده بود. خیلی سنگین بود. و قطعه بزرگ از این رو با جره ثقیل بلند کردن. و بعد این سیم باکسل جره ثقیل برید. اونجایی که زنجیر گیر کرده بود از گیر خارج شد، سقف یه مرتبه این قسمت شرقیش فرو ریخت. ول شد، رها شد، اومد پایین. من اون موقع پیش خودم گفتم خب اگه کسی هم بود دیگه زنده نمونه بود، اون سقف سنگین اینجوری. جرثقیلی که آوار میخواست برداره رو شما یادتون میاد؟ اصلا جرثقیل تو کار نبود. یادتون میاد موقعی که جرثقیل اومد رو به خاطر میارید؟ بله، جرثقیل خم شد نتونست بلندش بکنه. لایه لایه من یادمه که آسفالت ها رو در بودیم خیلی آرام. ما وقتی اومدیم ایستگاه دوش بگیریم و لباس عوض کنیم، دیدم لباس خودم تیکه تیکه است، لباس بچه ها همه پاره پوره است، سرانگشت های همه بچه ها پاره پاره است از جمله خود من. حالا که دیگه از اون تب و تاب افتاده بودیم می‌خواستیم چیزی رو برداریم، دستامون درد می‌گرفت، می‌دیدیم تمام زخمه، چون این آوارا رو با دست بلند کرده بودیم. و واقعا شما میگید میشد کار بکنید، به خدا نمیشد کاری کرد. من یه دفعه احساس کردم که همه ترسیدن، میخوان اعلام حکومت نظامی بکنن که یک وقتی خطری بیشتر پیش نیاد. تماس گرفته شد با دفتر نخست وزیری. یا من اینجا بشینم به من نگاه کنید. در کنار شهید رجایی در نخست وزیری بودیم که خبردار شدیم که تو حزب انفجار رخ داد. به شهید رجایی گفتم ای داد بیداد، تعداد زیادی از وزرای ما هم تو این جلسه هستن و همینجوری خبرها رو پیگیری میکردیم که با شهید رجایی صحبت کردیم، گفتیم خب الان خیلی خطریه چون ممکنه این کار آخره اینا نباشه. شهید رجایی بلافاصله زنگ زد به شهید نامجو، گفت تمام بچه‌هاتو آماده باش کامل بده، مسلح اگه خبری شد بتونن دفاع کنن. یعنی شما با آقای رجایی خودتون صحبت کردید؟ بله. تلفنی بعد برگشتم گفتم آقای رجایی به هیچ وجه اعلام حکومت نظامی نکنین، شما مسئولیت میخواین، من تمام مسئولیت ها رو میپذیرم. گفت اینقدر نیرو، گفتم من نیرو تو تهران میریزم. تلاش برای مثلا حکومت نظامی هم انجام داده بودید یا اصلا اصولا دولت چه اقدامی؟ همون کاری که گفتم به جای حکومت نظامی، دانشکده افسری رو آماده باش داده بود.
بلافاصله با اتاق بی سیم خودمون تماس گرفتم، گفتم به تمام مناطق آماده باش بدین، تمام تهران آماده باش باشه. در واقع شما گفتید حکومت نظامی نشه، ولی رفتار حکومت نظامی انجام رفتاری که ما انجام دادیم، بله حکومت نظامی بود. ما اون شب تعداد زیادی دستگیر کردیم از افراد، به خصوص در محله نارمک. بچه‌هایی که در نارمک بودن خوب دستگیری زیادی داشتن. پس دستگیری هدفمند انجام ندادید اون شب مرتبط با ماجرای هفته تیر؟ به عنوان اینکه ما مثلا دنبال این شخص بریم، آدرسش رو داشته باشیم، خونه‌ش رو داشته باشیم بریم، نه. برای همین تصمیم گرفتید همین جوری فوج فوج دستگیر کنید؟ بله اون شب دستگیر می‌کردیم تا ببینیم که به نتیجه می‌رسیم یا نه. نخست وزیر اون موقع یه تشکیلات اطلاعاتی هم برای خودش داشت. بله اطلاع تحقیقات نخست وزیری، تا اونجایی که به یاد داشتم اطلاع تحقیقات نخست وزیری اصلا تو جریان ماجرا قرار نگیره. عمدتاً به نظر میرسه دادستانی دنبال پیگیری ماجرا. تازه از محل کار به منزل اومده بودم، مشغول پذیری از مهمان بودم که خبر حادثه هفتم تیر رو شنیدم. مهمانی که من داشتم یکی از دوستان مسئول در کمیته انقلاب بودن. کی بودش؟ جناب بخشی‌زاده. سلام علیکم. رو صندلی بشینید. آقای زردوزان از آقای لاجوردی حکم داشت، منم که از طرف کمیته حکم داشتم. یک بررسی میدانی همونجا انجام دادیم و چند نفر از این دوستان صحبت کردیم. اون مرحله اول متوجه شدم که باید کار یکی از همین بچه‌های انتظامات خود اونجا باشه. چرا همچه شکی کردیم؟ از کسی که معمولا جلوی در می ایستاد، من به ایشون گفتم که آقا سید حواستو جمع کن، آخرین دقایق قبل انفجار از حس کسی خارج شد. شاید دو سه بار سوالامو تکرار کردم تا ایشون یه مدار خودش رو پیدا کرد، حواسش جمع شد و با تمرکزی کرد گفتش که بله چند دقیقه قبل از انفجار آقای کلاهی از حزب خارج شد. من بعد از اینکه مطمئن شدم که یکی از مظنونین اصلی آقای کلاهی هست، با اولین کسی که اونجا دیدم تو صحنه هستن و میدونستم مسئول هست و تصمیم گیر هست، آقای حاج‌اسدالله بادامچیان، با ایشون مطرح کردم. با یه تحکمی به من تشریح دادن که خیر یه همچین چیزی نیست، تا آدم چیزی رو مطمئن نشده نباید دنبال کنه. ولی که من ساکت نشدم و دیدم ایشون همکاری شاید نکنن، قسمتی که پرونده های پرسنلی بود رو سعی کردم که برم دسترسی پیدا کنم و پرونده کلاهی رو پیدا کنم. آدرسی که از تو پروندهش درآوردیم، رفتیم منزلش و مدتی منزلش زیر نظر قرار دادیم. رو دیوارا بچه‌ها مستقر بودن که اگه وقتی تیراندازی شد بتونیم مقابله کنیم. در زدیم و پدر ایشون اومد پشت در. ایشون شروع کرد فحش دادن به ما که چرا شما نیمه شب، این چه مملکتیه، چرا نیمه شب دارین ریختین تو خونه مردم. گفتیم ما اومدیم که از ایشون حفاظت کنیم، که اگه ایشون اومد با توجه به حزب انفجار ایجاد شده ممکنه ایشون رو هم در معرض تهدید باشه. به این هوا ما رفتیم تو منزل مستقر شد. هرچی هم از پدری سوال میکنیم راجع به کار و سوابق و رفت آمد و اینا، ایشون گفت من نمیدونم. محمد رضا صبح میره حزب، شب میاد. اتاقش یه اتاق تقریبا 9 متری فکر میکنم بود. یه تخت بود، کنار تختش یه عدین میزه پاتختی بود، یه رادیو بود. تلفن از اونجا زدم به دادستانی و بلافاصله تماس گرفتم که این شماره رو تحت کنترل بگیرید. گزارشی که بعداً ما دو سه روز بعد گرفتیم، چند فقره تلفن زده شده بود به این شماره، منتها از تلفن عمومی. وظیفه حفظ امنیت حزب با کی بود تو تشکیلات شما؟ یه 4-5 نفری به عنوان حفظ مثلا امنیت اونجا، مثلا با موتور گشت قرار بود بدن یا رو پشت بونا مثلا یه حضوری داشته باشن، یه امنیتی رو مثلا از جهت اینکه مثلا تیراندازی چیزی مثلا نشه، امنیت فیزیکی رو بتونن حفظ بکنن. بعضی دوستان هستن که اگه بخواید اسمشون، یعنی که این کارو انجام میدادن، شاید مثلا خلیلی و اینا در جریان باشن. کدوم خلیلی؟ عبدالله.
سلام علیکم. رو صندلی بشینید. پست هایی رو تقسیم کرده بودن بین بچه ها، درهای ورودی، پشت بام و جاهایی که حساس به نظر می اومد رو تحت پوشش داشتن. آقای خلیلی رو شما ازش بازجویی کردید همون موقع؟ همون موقع آره. علتش اینه که ایشون مسئول حفاظت و انتظامات بودش بیرون از سالون. کی؟ آقای عبدالله خلیلی. از شما اون روز کلاهی رو در واقع دیدید؟ به عبدالله خلیلی مشکوک بودید؟ من خب ابتدای امر میگفتم که خب وقتی که مسئولیت با شما هستش، هر چیزی که داخل سالون میرو میاد بایستی شما کنترل میکردید. من حتی دورترین نقطه ای رو که با این سالون فاصله داشت پشت بام بخش بازرگانی سفارت روسیه بود، سر خیابون پامنار، منتها اشراف داشت. اونجا هم من دو نفر مسلح گذاشته بودم روی پشت بام همین سالونی که فرو ریخت. اونجا هم مأمور داشتیم، یک نفر اونجا داشتیم، درب ورودی، سر کوچه ها، پوشش فیزیکی مناسبی بود. گفتم من دلم آروم نیست، برم یه سراغی از این بچه ها بگیرم، محوطه رو یه نگاه دیگه ای بکنم. من برگشتم داخل سالن و همون دم در نشسته بودم. یادم افتاد که اینجا که من نشستم قبلا جزوه بود، پس جزوه ها کو؟ دیدم جزوه رو روی میزی که حالا شبیه این میز، شهید بهشتی یک طرف، شهید استکی رحمان او هم یک طرف دیگه نشسته بود، جزوه ها روی اون میزه. من یه قدر تعجب کردم که این جای جزوه اونجا نبود، جزوه دم در بود. همونجا که من رفتم نشستم و دیدم صندلی خالیه، خب هر کسی میامد یه دونه برمیداشت میرفت داخل. این همینطوری تو فکر بودم، خدایا، گفتم کلاهی کو؟ گفتن رفته بستنی بگیره، چون میرفت بستنی هم میگرفت میآورد توضیح میکرد. من به دنبال این که کلاهی رفته بستنی بگیره الان توی این شرایط، آخه وقت بستنی نیست. شرایط حساسی بود، اصلا بحث عوض شد. قرار بود که راجع به مسئله بنی صدر رو اینها دوستان صحبت بکنن، اون روال بحث اقتصادی هر هفته دیگه نبود. کلاهی کو؟ خیلی به هم ریخته بود، یعنی ذهنم اصلا یه جوری بودم، دلشوره خاصی داشتم. یعنی الانم یادش میافتم سیستم هم داره به هم میریزه. اومدم از نگهبان دم در پرسیدم، گفت بله با موتور رفت بستنی بگیره. تو همین اوضاع احوال که رفته بستنی بگیره الان میاد، یه لحظه همه چی قطع شد، تاریکی مطلق، صدای انفجار که شیشه های سالن، شیشه های اطراف خیلی تو سر و صورت ما پاچید و کاری که نباید بشه شد. لحظه انفجار شما کجا بودید؟ یه چند قدم مونده به سالن. شما برای حفاظت آموزش هم دیده بودید حفاظت شخصیت؟ نه، اون موقع اصلا نداشتن چیزی. حازم تو ساختارهای اداری مثلا محافظ و راننده و اینها گذاشته بودن. مشهور بود که مثلا یکی از بچه‌ها اومده بودن در ماشین رو برای آقای بهشتی باز بکنن، ایشون دست او فرد رو گرفته بودن و گفته بودن برای چی در رو برای ما باز می‌کنین؟ شما به عنوان محافظ نزدیک دکتر بهشتی نبودی؟ سالون طوری بود که چون مباحث حفاظت کلی میشد، مأموریت حفاظت سالون با خود حزب بود، ما در حقیقت بیرون سالون رو داشتیم. من خودم خیلی اطراف سالون رفتم، به همین آقای کلاهی ملعون خیلی اعتراض کردم که چرا تو مثلا امشب این کارا رو کردی؟ چه کارایی مثلا؟ چی کار کرده بود؟ اون شب به عنوان اولین بار مثلا اومده بود یه جایگاه محافظین نوشته بود آقایون محافظین برن اونجا، نه یا اطراف سالون. ایشون هی شاید حدود مثلا نیم ساعت من توجیه میکرد که آقا من
مسئولیت دارم، این کارا رو کردم. خب واقعا مسئول بود دیگه. اون شب مسئولیت کلاهی دقیقاً چی بود؟ چه کار می‌کرد؟ اون شب من اون که خاطرم هست دقیق، کلاهی در محل دفتر حزب در اون وسط میدان جلو سالن ایستاده بود و راهنمایی میکرد آقایون رو به داخل جلسه که جلسه بناس شروع بشه، آقایون برن داخل جلسه. البته ناگفته نماند کلاهی تنها توی این کار نبود. یعنی وقتی هی من میگفتم کلاهی کو کلاهی کو، یا یک کسی میگه آقا اومد. حالا با انفجار برق رفته بود، تاریک شده بود، صدای ناله، فریاد، دیوار ریخته بود، مردم هجوم آورده بودن به سمت داخل. یکی میگفت اومد، من دیدم اومد. ما تو تاریکی نمیدیدیم کیه، ولی یه جمعی از این نفرات او رو پشتیبانی میکردن که بتونه فرار بکنه. شما فکر میکنید که کلاهی توی حزب همدست داشته؟ کلاهی یک نفر من اعتقاد ندارم که بوده. کلاهی یک کسی بوده که به هر حال با پشتوانه اومده. گزینش شد کلاهی؟ بررسی شد سوابقش؟ نه من یادم نمیاد. اون موقع خیلی این ساختار گزینش وجود نداشت. من یه مطلبی که به نظرم رسید که ببینم ایشون رو کی معرفی کرده. همه هم میگفتن که کلاهی معرفش آقای جواد مالکی بوده. وقتی که جواد مالکی این شخص رو گذاشت، گفتم من از این شخص احساس نگرانی دارم، این آدمی است که از چشماش شرارت میباره، بعدم بیش از اندازه کنجکاوه. شما جز اون دسته از کسانی بودید که از کلاهی خیلی خوشتون نمیمد؟ بله، دیگرانم بودم، بعضی که از افراد دیگرم بودم، چون جنسش جنس بقیه اعضای حزب و بقیه همکاران حزب نبود. خب این رو با آقای مالکی هم گفته بودید؟ من که گفته بودم. اون شب سر پله ها که آقای جواد مالکی داشت میرفت پایین، من بهش گفتم که آقای مالکی با توجه به ترور آیت الله خامنه ای شما مراقبت داری امشب ویژه؟ گفت بله. تصور نمیشد که مثلا حالا یه جریاناتی در فکر نفوذ باشند و در فکر ضربه زدن و اینها باشند. آقای مالکی سهلنگاری نکرد توی جذب کلاهی؟ من فکر نمی کنم، نه. یعنی اصلا اون موقع فضا و شرایط چنین شرایطی نبود. جواد مالکی در واقع خودش مسئولیتش چی بود؟ ایشون مسئول تشکیلات حزب بودن. واحدهای مختلف حزب داشت، واحد تشکیلات واحدی بود که در واقع در سراسر کشور واحدهای حزبی رو راهبری می‌کرد. مسئول این واحد هم شهید جواد مالکی بود که خودش تو این جریان به شهادت رسید. برادر کوچکترش هم آقا حبیب مالکی هم متاسفانه تو همین حادثه به شهادت رسید. بنده خدا آقای مالکی بخت باهاش یار بود که اون شب شهید شد، وگرنه احتمالاً یه پرونده هم برای اون درست میکردی. نه ببینید، آقای مالکی من میشناختمش، بسیار آدم صاف و با خلوصی بود. کلاهی با بچه این آقای مالکی، بچه کوچیکی داشتن اون زمان، خیلی بازی میکرد، مینداختش هوا، بغلش میکرد، میبوسید که محبت این پدر و مادر رو هم جلب بکنه. یه همچه آدمی بود، ظاهرش رو خیلی خوب حفظ میکرد. بله، مرحوم مالکی بهشون اعتماد داشت و منم دلیلش رو میپرسیدم، میگه آقا من هر کاری به شما میگم شما خلاصه یه جوری لنگ میذارید. اینو من ابتدای کار رو که میگم تا انتها میره انجام میده. صحبت من هم این بود که منم به همین دلیل بهش مشکوکم. شما خودتون با کلاهی رابطه شخصی داشتی؟ بله زیاد. صبح تا شب با هم بودیم، مثلا نهار با هم میرفتیم از تشکیلات هست که پشت مدرسه شهیدمطهری بود تا سرچشمه که دفتر مرکزی حزب بود، برای نهار میرفتیم اونجا، اکثرا با هم میرفتیم، با هم برمیگشتیم، همه هم جوان بودیم، با هم شوخی داشتیم که یکی از شوخی‌ها هم ایشون بود که بیشتر ایشون اذیت میکردیم، حتی مثلا یه سخت داشتیم، مثلا خودش تو سخت چند بار مثلا جلو کنه ازش بانیم. در این حد، یکی از چیزایی که نکاتی که همیشه من برام مجهول بودیم که چرا نمیذاره عکس بگیری؟ نمیذاره عکس بگیری. خیلی جای خاصی نمیبردت. اگر این مجموعه اطلاعات مدیریت شده بود، جایی جمع شده بود و شما به اعلان مملکت نگاه نکنید که طرف تو فوردو یا جای دیگه دو تا قدم تندتر میره، فوری تحت مثلا نظر قرار میگیره، بهش توجه میکنن. اون موقع اصلا این حرفا نبود. مرز باز، یه طرف جنگ. از کی به کی بود اون موقع؟
به واسطه رابطه که شما با کلاهی داشتید بعد از این وقایع شما رو بازجویی نکردن؟ بازجویی نه، ولی خب صحبت کردیم، توهاج جمعا خونه رو دیدن، چطور رو دیدن و... یعنی مشکوک شده بودن به شما؟ نه، نمیشه گفت مشکوک، ولی بالا به بررسی بکنم ببینن چیزی هم هست یا نه که ما دیدن. از کجا اومده بودن؟ بله نمیدونم، اصلا نپرسیدم چی هستن، کجا هستن. هیچ کدوم از تیراهن‌ها و امکانات رو اجازه ندادیم از اونجا جا به جا بکنن، همه اونجا بودن که بعداً بیایم به اصطلاح بررسی بکنیم. تصور بکنید 24 متر طول و عرض مجموعه زمین حزب جمهوری باشه. اینا آمدن از وسط نصفش کرده بودن، این 24 متر رو دو تا تیراهن اینجوری انداخته بودن، این دو تا تیراهن یکیش روی دیوار بود، این سمت دومی هم روی دیوار بود، این دو تا تیراهن اومده بود روی یک ستون. بعد تیراهن‌های 12 متری رو اینجوری انداختن. فردا صبح تقریبا مواجه شدیم با سقف برداشته شده، متأ حسب گفته‌ها تیراهنا رو این ور اون ور نبرده بودن. ما یکی تیراهنا رو بررسی کردیم، فقط محلی که جای فرو ریختن بودش همون پایه‌ای بودش که دو تا تیراهنا اومده بودن. این بمبی که اینا کار گذاشته بودن بمبی که میتونه قیچی بکنه، یعنی تی ان تی نیست، مثل پارچه‌ای که قیچی بکنیم این قیچی میکنه و باعث میشه که ارتفاع کم بشه، وقتی فرار بکنه این دو تا اومده پایین و خیلی، یعنی یک کار تحقیقاتی حساب شده ای بوده که علاوه فنی بهترین روش رو برای این عملیات اینها انجام دادن. چند نفر اومدن گفتن که کلاهی از ما پرسیده که فکر میکنید این سقف مثلا وزنش چقدره، بتونه یا آسفالته، آیا این دیوار توش مثلا شناژ فلز کار شده یا صرفا آجره. ببینید این سوالا سوالایی بود که به صورت جسته و گریخته از این و اون که میتونستن کمک بکنن یا مهندس بودن رفته بود سوال کرده بود. 5-6 روز قبل از این واقعه در ورزشگاه نصیری به شیوه مشابهی بمبی درش کار گذاشته شد و سقفش فرو ریخت. این رو یادتون میاد؟ یک انفجاری صورت گرفت در روز اول تیر همون سال 60. ورزشگاه نصیری رو شما خب محلش رو میدونید، در پل کالجه. نوع انفجار طوری بود که سقف فرو ریخته بود. بعدن وقتی که این انفجار صورت گرفت همه اونایی که تو جریان حادثه بودن حدس زدن که اون انفجار تمرینی بوده یا آزمایشی بوده برای اینکه این انفجار رو اینا بخوان انجام بدن، ولی در اون موقع ما یک همچین تشخیصی نداده بودیم. حجم بمبی که توی ساختمون حزب استفاده شد چقدر بود؟ خیلی دیگه بخوایم مثلا فضای انفجار رو بالا ببریم، مثلا چیزی نزدیک مثلا 4 پوند. میشه حجمش رو نشون بدید با دست چقدر میشه؟ اندازه 2 دست. اون وقت سیستم تایمرش چه حجمی رو میگیره؟ اینقدر. به نظرتون نرسید که میتونه کار بیشتر از یک نفر باشه؟ بمب چیز خاصی نیست، هنر این بمب در اون تایمر است. بعد از اونی که ما بررسی کردیم از ساعت استفاده نکردن برای سیستم تایمری، بلکه از سیستم الکترونیک استفاده کرده بودن. چه گروه های دسترسی به اینجور تایمر ها میتونستن داشته باشن؟ من فکر میکنم که کشورهای پیشرفته که حداقل اون موقع موبایل داشتن میتونستن این کارو بکنن. یعنی من به نظرم میاد ژاپن میتونست این رو داشته باشه، آلمان میتونست این رو داشته باشه، فرانسه، انگلستان، روسیه، حالا چین رو اون موقع نمیدونم و آمریکا، اینا میتونستن دسترسی به این مسئله داشته باشه. در نگاه اولیه هیچکی باور نمیکرد که دو تا انفجار اولا صورت گرفته باشه، یعنی این جز نادر کارهایی بود که شده بود. یعنی معتقدید که یک بمب جدا برای شهید بهشتی گذاشته بودن؟ بله بله، یک بمب جلوی شهید بهشتی گذاشته بودن، یه بمب هم سقف رو آورده پایین. به نظر میرسه که به عنوان هدف مطمئن میخواستن حتما دکتر بهشتی توی جلسه شهیدش بکنن. چرا دکتر بهشتی همچین هدف مهمی بود؟ بعد از امام نفر دومشون بود. نقش کاریزماتیک امام رو شما استثناء کنید، امام رهبریت به اصطلاح پیامبرگونه‌ای که نسبت به انقلاب داره او جای خودش، ولی کسی که داره اداره میکنه، کسی که
همه امور رو داره منظم میکنه، زینفوس ترین فرد در اون موقع شهید بهشتی. دیروز صحبت شده به اندازه کافی آقای. هیچ صحبت نشد. ما اصلا نذاشتید دفاع بکنم از حرف. ما مخالف بودیم، می‌خواستیم مخالف عنوان مخالف حرف بزنیم. اگر آقای منتظری که در حقیقت مسئول اداره جلسه هستن، آقای منتظری یه چیز خلاف حقی رو که نمی‌تونه رأی بده. رأی نگفتیم بدید آقا. گفتیم که دفاع بکنیم از حرفمون. دیروز به اندازه کافی درباره این مسئله صحبت شده و ادامه این صحبت‌ها درباره مسائلی که صحبت شده تضییع وقت این جلسه است. اگر من مسئول جلسه باشم، به نظرم فرصت طلبی است این کار شما. خوب، متشکرم. اصلا این فرصت طلبی است که نگذارید ما دفاع بکنیم از حرفمون. که حرف نشو. انسانی بود تودار و خشم و غضب خودش رو نگه می‌داشت. چهره بسیار زیبا، جذاب، گیرا و چارشانه، از این قباهای چسبیده می پوشید. لباده یعنی؟ بله. و عباش هم عباهای زیبایی بود، عمامه رو بسیار زیبا می بست. چه تیپ روحانی بود؟ آخوند روشن فکری بود، آخوند دنیاشناسی بود. من یه وقت از ایشون پرسیدم که چی شد شما 18 سالگی از اصفهان آمدیم بیرون دیگه هم برنگشت. ایشون یه تأملی کرد و گفت که اصفهان تنگ بود. میخوام بگم بعدن قم هم تنگ بود و بعدش تهران هم تنگ بود و بعدش ایران هم تنگ بود. مسلط به سه زبان رایج بین المللی مطرح در دنیا بود. Wir müssen Unzufriedenheit jeder einzelne auch zu beachten. Das ist ein Pflicht. Aber es bedeutet nicht, dass die Unzufriedenheit jedes einzelne oder jede Minderheit als ein Problem beachtet werden muss. مرحوم بهشتی بیش از 23 کشور رو بعد در طول اقامتی که در آلمان داشته دیده. دیدن جوامع مختلف، اینا به هر حال در شکل‌گیری افق ذهنیت فرد تأثیر داره. یک چنین انسان اشرافداری طبعاً از بسیاری از علمایی که بنده های خدا توی استان خودشون بودند و به خارج از کشور که سهل حد اکثرش تو کربلا و نجف رفته بودند خیلی تفاوت داشت. در فقه اسلام، نه فقط فقه شیعه، کسانی که مطالعات دارن، مسئله ولایت و مسئله قضاوت این دوتا را ذکر کردن که مخصوص به مرد هاست. همونطوری که استاد محترم آقای منتظری فرمودن، بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایاته، چون که عاطفه در زن قویه و احساسات به اصطلاح عقل کمه، روی این اصل خواسته است که اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. نه، اجازه به سوال از من بکنید. بفرمایید. بارها این مسئله عرض شده، هر کسی میاد اینجا حرف میزنه میتونه بگه من دارم نظر خودم رو میگم. در قرآن کریم آیه‌ای که با صراحت نفی کند امکان ریاست جمهوری یک زن را نداریم. در روایات داریم دلائلی که در روایات آورده میشود که زن نمیتونه زمامدار و رئیس جمهور باشه، من برام این دلائل کافی نیست، هیچ وقتم کافی نبوده. بخشی از روحانیت سنتی و تفکر سنتی مذهبی با آقای بهشتی مشکل داشت، مشکل جدی هم داشت. من به انقلاب هم نبود، قبل از انقلاب هم داشت، به خصوص از سخنانی حسینی اشاره 1349 آقای بهشتی توضیح میده فعالیت های مرکز اسلامی هامبورگ رو برات برگشتن، موضعی که ایشون راجع به مسئله شیعه و سنی میگیره و بسیاری چیزهای دیگه،
این شکاف رو دیگه علنی میکنن دیگه. آیا همین آیان اونها و همین آیان بعاد عزیز ما و همین شما توده مسلمان شیعی اجازه میدید که به نام تشیع و تسنن شما را از قیصر بزرگ جامعه اسلام جدا کنم؟ این دستور کیست؟ دستور تشیع؟ من و شما شیعه کی هستیم؟ شیعه علی یا شیعه خودمون؟ کجا علیه السلام در تمام عمرش خودش را از دیگران عنوان شیعه و سنی جدا کرد؟ از آقای دکتر حسن روحانی شنیدم که موقعی که آقای بهشتی اومدن به آقای مطهری هر دو پاریس، یک ده شبی رو خلوت میکردن با امام و بعد درباره شکل حکومت آینده بحث و گفتگو میکردن. تعبیر آقای روحانی این بود که اون کسی که تونست جمهوریت نظام رو جا بیندازه به عنوان قالب مناسبه عصر ما برای حکومت اسلامی آقای بهشتی بود. این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. ایشون عمیقا اعتقاد به این داشته مردم صاحب کشورن، مردم صاحب رأین. علمای بودند که به این بخش نقش مردم خیلی قائل نباشند، مثلا به همین واسطه با دکتر بهشتی بحث های داشته باشند؟ بسیار زیاد. گاهی وقتا در قم ایشون رو از بعضی جلسات حتی منع میکردن، طرد میکردن، راه نمیدادن، بحث حکومت اسلامی رو میکردن که با جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. هیچ کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت، زمامداری خودش رو بر مردم تحمیل کنه بر خلاف رضایت اونها، بر خلاف پذیرش و حمایت اونها و بر خلاف انتخاب اونها. شما وقتی حادثه رو دیدید تو لحظه اول به این فکر نکردید که اصلا این حادثه چجوری اتفاق افتاده؟ ماها بود منتظر حادثه بودیم. اساسا ترورها زیاد بود از همون سال اول انقلاب زیاد بود. چه آقایون روحانیون چه غیر روحانیون ترور شده بودن. ما فقط نمیدونستیم که این حادثه کجا و کی و به چه صورت اتفاق میفته. این یه چیزی بود برای خود ایشون هم امر روشنی بود که در معرض هم چیزی میتونه قرار بگیره و خودش هم از روحی آماده بود که اگر همچین واقعی اتفاق افتاد خب این هم جزء این مسیره. بعد از واقعه هفتم تیر تحقیقات پلیسی در مورد این حادثه شد و عاملین حادثه؟ اون شب کلاهی برنامه خاصی داشت، سعی کرده بود هر طوری شده همه مسئولین نظام رو برای این جلسه روز یکشنبه هفتم تیر دعوت بکنه. بعضیا خب بنا به دلایلی نتونسته بودن بیان. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم باید اون جلسه حضور پیدا می‌کردن. آقای هاشمی ظاهرن به جلسه نمیرن، کاری براشون پیش میاد، نیم ساعت قبل خداحافظی میکنن میرن. اون روزی که بمب در دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و 72 نفر شهید شدن، زیرکانه نوشتن که هاشمی رفسنجانی، رجایی و بهزاد نووی بنا بود تو مجلس باشند ولی به طور معجزه‌آسا یا مرموز یکیشون یه ساعت زودتر رفت، یکی نبود، یکی فلان. یه جوری نوشتن که کنهو جو رو آلوده بکنن که اینا خودشون این کارا رو کردن. و بعضی هم نوشتن یه جوری که مثلا آیت الله بهشتی در مقابل امام یه فلان حرف زده و این حادثه اینجوری پیش آمده برای اینکه محیط رو آلوده و پر از سوء ظن بکنن. یه خبر نادرستی روزنامه کیهان نوشته بود که چند دقیقه پیش از انفجار بمب آقای هاشمی رفسنجانی، آقای رجایی و بنده اون جلسه رو ترک کردیم.
رو این داستان‌ها ساختن محافل غربی، چون خیلی چیز خوبیه واسه شون. شما عضو سازمان مجاهدین انقلاب بودید، تو حزب رفت آمد داشتید؟ شاید در طی دوران فعالیت حزب یک یا دو بار، یک بار رو یادم میاد که رفتم، ولی به طور معمول هیچ وقت حزب نرفته بود. تو اون جلسات سخنرانی ها و اینها هم من معمولا هیچ وقت نرفته بود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور آمریکایی یه مقاله ای نوشته که بله تو اون جلسه بهزاد نبوی یه دفعه اظهار کسالت کرد، پاشد، گفت من حالم خوب نیست، میخوام برم. خیلی بچگونه هم از این استدلالش که هاشمی رفسنجانی و رجایی هم گفتن اگر بهزاد نبوی نباشه ما میریم. به طب هر سهشون اومدن. این یه جنگ قدرتی بوده که یک جناح داخل حزب جمهوری اسلامی میخواسته قدرت رو از دست جناح دیگه بگیره. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه شب قبلش انفجار مسجد ابوذر برای مقام رهبری پیش آمده بود، بالای سر مقام رهبری در بیمارستان بودند. آقای باهنر هم توی حیات حزب بود که من خودم ایشون رو دیدم. یک آقای با ایشون داشت صحبت میکرد، من حتی با آقای باهنر پیشنهاد کردم نمیفرمایید جلسه، گفتم صحبتمون تمام بشه بعد میه، که صحبت ایشون طولانی شده دیگه هم تو جلسه وارد نشدم. این ترورها معمولا طرح‌ریزی شده و همراه یک سری برنامه های دیگه است. یعنی در کنار ترور اشخاص، برنامه ترور شخصیت های مشابه هم هست. یعنی برنامه می ریزن یکی رو بکشن، یکی رو در کنار او بدنام کنند، برای اینکه دو کار کرده باشن، گاهی موفق میشن گاهی نمیشن. در مورد یکی از مسائل تقریبا روشن بود قضیه، بنابراین اینجا جای خیلی جای تحقیق نبود. اون فردی بود که بمب رو کار گذاشت، این خیلی جای شک و تردیدی نبود. این که حالا این منتسب به کدام سازمان باشه اونها، خب حالا طبیعتا ذهن ها همه میرفت به سمت سازمان مجاهدین خلق. قبلش هم هجوم سنگین نشریات سازمان این رو به ذهن میتونست متبادر کنه که اینها به یک اوجی رسیده مسئله و بعد منتهی شده به یک همچین واقعی. در شرایطی که ما هستیم اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند سودمند نیست، بر حسب تجربه عینی و بررسی شده ای که ما داریم، و نه تنها سودمند نیست، جلوگیری با اعمال قهر از نشر و تهیه این نشریات مضر به اسلام هم واقع شده است. اگر خواستید از اعمال قهر استفاده بکنید نتیجه به عکس میده. شرکت واحد اعتصاب شده بود، یه دم از گروه های مختلفی بودن، از مجاهدین خلق بودن، گروه مارکسیستی بودن، تحریک میکردن. یه کسی بود از بچه های اطلاعات سپاه، این رفت توی جلسه مرکزی اینا شرکت کرد، این نوار رو ضبط کرده بود داد به من. من دیدم که یه خورده رو در مورد این که این حالا اعتصاب چجوری به رجایی فشار بیاره و رجایی رو خورده خسته بکنه بس بود، ولی عمدتا رفته بودن رو بهشتی صحبت کرده بودن. رفتم به آقای بهشتی گفتم آقا این اعتصاب شرکت واحد ما بالاخره دوستان تو اطلاع سپاه کار کردم، اینم نوار در مورد شماست. خدا شاهده بگم 30 ثانیه 40 ثانیه دست من رو هوا بود. بهشتی سرخ شد خورده، گفت آقای رهبی چرا شما این کارو میکنید؟ چرا در مورد من نوار رو به من میدید؟ نوار رو ببرید بدید به آقای قدوسی، اگر چیزی در مورد اعتصابه فقط ایشون برسه و دخالت اینها نه باز کارگرا، تفکیک میکرد بین کارگرا و تحریک، اگر هست برسه چیزی که در مورد من ایشون هم حق نداره برسه.
ایشون رئیس دستگاه قضا بودن. نگاه ایشون در مورد مواجهه دستگاه قضا با جرایم سیاسی چی بود؟ اطلاعیه که شهید قدوسی داد در تفکیک بین مبارزه مسلحانه و کار سیاسی، و این خب به هر حال دیدگاه شهید بهشتی بود. یعنی کسی که اسلحه برمی‌داره تو خیابون و کسی رو میزنه فرق داره با کسی که حرف سیاسی میخواد بزنه. اون خیلی اطلاعیه مترقیه. ما معتقدیم که چمدن یک امر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم بهش میدیم، ولی بعضی از مصادیق این باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی مورد شک هست که اینجا چطوره. مثل مواردی که فرض کنید که چند نفر از شخصیت‌های برجسته را روبودان بردن، دو سه نفر هست که ما میدانیم اینها از اونها اطلاع دارن. اگر یه چند تا سیلی بهشون بزنیم ممکن است که کشف بشه. اونها نمیدن. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟ مسئله راه یک چیزی باز شدنه. به محض اینکه این راه باز شد که خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه، جامعه سالم تره. همون موقع به این فکر کردید کار چه کسانی ممکنه باشه؟ والا حس قریبه به یقینمون این بود که مجاهدین خلق هم خوب. البته ببینیم مثلا اون موقع چریک های فدایی اقلیت هم بودن، اونا هم این کاره نبودن، یعنی اهل اینجور ترورا و اینا نبودن. اینا چون اصلا مسئله شخصی داشتن، یعنی میخواستن بهشتی نباشه. سازمان به یک جایی رسیده بود وضعیتش با نظام و به خصوص با آقای بهشتی که طبیعی بود که این اتفاق بیفت. ما یا حالا محدود با سازمان گسترده تر از اینه. علی‌رغم اینکه مجاهدین خلق ظاهراً تا امروز هیچ وقت رسماً مسئولیت ماجرای هفته تیر رو به عهده نگرفتن. سازمان مجاهدین هیچگاه در بحث‌های تشکیلاتی، حتی در سطح بالای سازمان، هیچ وقت این بحث رو باز نکرده. خط سرخی بود که سازمان داشت و افراد بسیار محدودی بودن اطلاع داشتن. به ویژه هرچی جلوتر که سازمان می‌رفت و عمق حادثه رو و عواقب سیاسی و حقوق و حقوقی که این موضوع برای خودش میدید، اساسا سعی میکرد که رد پاهایی هم که تا به حال باقی گذاشته پاک بکنه. ولی با فاصله زمانی آقای سعید شاه‌سوندی که اون ایام از اعضای مؤثر در سازمان بود و بعدها در جریان عملیات مرصاد اسیر شده و به ایران آمد، اینها ایشون در یک گفتگو و مصاحبه اونجا مشخصا بازگو میکنه که در شامگاه هفتم تیر ماه 1360 در منزلی در ابتدای اتوبان عباس‌آباد، خانه پایگاهی من بود و همسرم احمد شادبختی و همسرش، در اون شب علی زرکش فرد شماره 3 سازمان و احتمالاً محمد علی توحیدی رئیس دفتر مسعود رجوی در اونجا بودند. من خودم در حال شنود بودم و به من علی زرکش گفت که مواظب باش، خبر مهمی امشب منتظرش هستیم. و خبر در واقع معلوم شد که خبر انفجار حزب جمهوری است. قبلش نمیدونستیم؟ من شخصا نمیدونستم، ولی خب علی زرکش معلوم بود که میدونه و این رو به من گفت منتظر باشه که خبری امشب میاد. و وقتی که ساعت 9 خبر انعکاس پیدا کرد، کماکان من به گوش بودم به توصیه باز دوباره علی زرکش که از لابلای مکالمات پاسداران بفهمیم که آیا هدف تعیین شده که آیت الله بهشتی بود هم جزء کشته شدگان هست یا نیست، که بعد از مدتی معلوم شد هست. بعدن رهبری و بسیاری کادرهای سازمان به اروپا و به خصوص فرانسه آمدند و اعلام قبول مسئولیت نسبت به چنین طرحی در واقع خطر تحت تعقیب قرار دادن سازمان مجاهدین و شخص آقای رجوی رو به عنوان مسئولین داشت. اما در نوارهای ویدئویی هم که بعد از سقوط حکومت صدام از ملاقات آقای رجوی با سران استخبارات عراق به دست آمده، اونجا هم آقای رجوی در مذاکره اگر اشتباه نکنم با ژنرال حبوش میگه که اون کار اون ها بود. من در سال 72 تا 86
كنتم أنا كنت في باريس كما في فرنسا كما تعلمون منذ عام 81 حتى 86. طبعا من تلك السنوات لم يكن حجم الأداء ضدنا كما هو الموجود. لم يكن يطلق أحد علينا صفة الإرهاب والإرهابي. بينما كان يعلم بذلك البيت العزيز وكذلك قصر عنيزة الذي كنا بالارتباط مع قصر عنيزة. إنهم كانوا على علم من الذي فجر مبنى حزب الجمهوري في إيران. ومن الذي بأي جهة التي قصد على رئيس هذا النظام وعلى رئيس الوزراء هذا النظام وقضى عليهم. هم كانوا يعرفون ولكن لم يطلقوا عليه صفة الأرحاب والأرحابي أبدا. در یکی از صحبت‌هاش مسعود رجبی گفت زمانی که انقلاب شد در ایران همه به فکر تشکیل حزب و کار سیاسی افتادند. ما علاوه بر کار تبلیغی و سیاسی اصل رو گذاشتیم بر سازماندهی نظامی، جمع‌آوری سلاح و فرستادن نفوذی در ارگان‌های مختلف و نفوذی‌های ما هر جا که تونستن تأثیر بگذارن تأثیر گذاشتن، مثل دفتر رئیس جمهور بنی صدر، و هر جا که نتونستن تأثیر بذارن منفجر کردن، مثل دفتر حزب جمهوری اسلامی. سازمان به شدت بنی صدر رو از دکتر بهشتی میترسوند، یعنی یک فوبیایی در بنی صدر ایجاد کرد که به شدت وحشت داشت، طوری تصور میکرد که انگار مثلا با فرمان دکتر بهشتی قرار ترور بشه. به این شکل تونستن بنی صدر رو جذب کنن. یادمه که در واقع اون موقع شعاره که ما میدهیم مثلا حزب چماق به دستان باید بره گورستان یا شعارهای علیه دکتر بهشتی بود. تو خیابونا شعار میدادن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. من کسی نیستم که اصولا لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه هستم. میدونم که غیر از من خیلی از آقایان علما و متفکرین و افراد ارزنده هم هستن که در این راه هستن. اما چرا اظهار لطف این آقایون بیش از همه شامل حال بنده میشه، این باید خودشون دلیلشو بگن. سازمان تلاش میکرد تمام این بحث چماقداری اینا رو تحت رهبری حزب جمهوری اسلامی و آیت الله بهشتی نشون بده. یک سلسله جرایم‌های فردی هم هست که اینها رو هم باید گفت. یکی در رابطه با این به هم زدن جو سخنرانی ها که من همیشه با این مخالف بودم، همیشه این رو محکوم کردم. اونجا که امر به معروف و نهی از منکر احتیاج به اعمال قبه قهریه دارد، این صرفاً از وظایف نهادهای مسئول است. افراد و گروه ها وقتی کار به اینجا می کشد دخالت غیر مسئولانه نکنن. اما ما که نیروهای سازمان بودیم چجوری این نفرت درمون تزریق میشد؟ توی درگیری های خیابونی، حمله میتینگ هایی که مثلا از نیروهای حکومت یا نیروهای حالا افراد که متعصب و سازمان مجاهدین نیز به این موضوع دامن میزد. از نظر من در واقع دامی رو پهن میکرد و افرادی از حکومت تو این دام میافتادند و نتیجه این در واقع یک خشونتی بود و کینه‌ای بود که تولید میشد و من و امثال من در واقع به اون باور میرسیدیم که دیگه هیچ راهی وجود نداره جز مبارزه مسلحانه. یه نفرتی وجود داشت نسبت به حزب جمهوری اسلامی و شخص دکتر بهشتی بین اعضای سازمان. این فکر میکنید ریشهش کجا بود؟ ریشه مسئله رو در واقع ما خیلی درست عرشه بکنیم باید بریم تو زندانهای رژیم شاه. ما که زندان بودیم، زندان زمان شاه البته،
اونجا وقتی حرکت انقلاب داشت اوج میگرفت، مجاهدین خلق به فامیلاشون که میومدن ملاقات میگفتن اصلا وارد این شلوغی ها نشین، از این فرصت استفاده کنین برین کتاب بخون. سازمان احساس میکرد در این نوع پیروزی انقلاب نقشی نداره. این بود که اعتقاد داشت باید مبارزه مسلحانه عمیق بشه، خونریزی گسترده صورت بگیره. چون خودش رو دایه مبارزه مسلحانه میدونست، میگفت رهبری دست ما میگفته. از زندان که در اومدن بیرون دیدن نه شوخی نیست، ظاهرن انقلاب داره کم کم به پیروزی میرسه، شروع کردن از این پوسترهایی درست کردن، یه طرف عکس امام بود، یه طرف آرم سازمان رو چسبوندن روی چوبا و تو خیابونا دادن دست مردم، و که یعنی ما خیلی طرف داره انقلاب. وقتی هم که مسئول رجوی در واقع رهبری سازمان رو به عهده گرفت بعد از 22 بهمن 57 اعتقاد داشت که این رهبری انقلاب به سرقت رفته. حالا نمیگو از کی به سرقت رفته، ولی مدعی بود که از خودش به سرقت رفته. رجوی هنر خودش رو این میدونست که از اول انقلاب دستش رو نکرده بود. میگفتش که ما گذاشتیم تا زمان مساعدش برسه و بعد وارد مبارزه مسلحانه بشیم. آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا. بی خود نبود که 30 خرداد بعد از ماجرای عزل بنی صدر اینا به اون سرعت 20,000 نفر رو با دستور تشکیلاتی از ضلع شرقی دانشگاه تهران به حرکت درآوردن تمام طول خیابان طالبانی، و کاملا معلوم بود که دیگه دارن قدرت نمایی میکنن. در تیر ماه سال 60 من مسئول انجمن دانشجویان مسلمان هواداران مجاهدین خلق در انگلستان بودم. فرد هالیدی نویسنده و محقق انگلیسی زنگ زد به من و گفتش که به نظر شما واقعه هفته تیر کار کی میتونسته باشه؟ که من خودم نمیدونستم، گفتم که من نمیدونم واقعیتش ولی میپرسم. تماس گرفتم با تهران و گفتم من همچی سوالی از من شده، من چی جواب بدم؟ گفتن که تو این جواب بده که یک هفته قبل از اون مردم اومدن در خیابان و مرگ بر بهشتی گفتن، که همون تظاهرات 30 خرداد بود که سازمان رو انداخت، و هر کسی از اون افراد میتونسته این کار کرده باشه. هفته تیر سال 60 رو یادتون میاد؟ تو روز هفته تیر من تو یکی از خانه هایی بودم که توی منطقه امیریه اونجا بودش، من اونجا بودم و خب خبر رو از رسانه ها شنیدیم و خوشحال شدیم. در واقع احساس میکردیم که اون خط خطوطی که سازمان اعلام کرده و آغاز مبارزه مسلحانه 30 خرداد هست داره به سمت به اصطلاح موفقیت طی میکنه. رجوی همیشه میگه که ما رژیم رو بی آینده کردیم. رجوی میدید که آینده نظام در دست دکتر بهشتی هست و به همین دلیل اولین اقدامش اون بود تا اینکه بخواد اقدامات تروریستی انجام بده که مربوط به حال نظام میشد. از این نگاه من فکر میکنم که تنها عملیاتی که سازمان مجاهدین درست انجام داده همین بوده. چه چیزی در دکتر بهشتی دیده بود سازمان که فکر میکرد آینده نظام در دست دکتر بهشتیه؟ تحلیل مسعود رجوی از دکتر بهشتی مسبوق به سابقه است. وحید افراخته یکی از اعضای سازمان که در زمان شاه دستگیر و محاکم و اعدام شد، دفاعیاتش در ساواک هست، دستخط خودش، که میگه که تقی شهرام که اون موقع رهبری سازمان رو به عهده داشت، یعنی قبل از انقلاب، معتقد بود که باید حتما دکتر بهشتی ترور بشه، و البته معتقد بود که این کار باید به صورتی انجام بشه که پای سازمان توش گیر نباشه، مثلا به صورت یک تصادف رانندگی و به این شکل
از میان برداشته بشه. سال 54 که سازمان تحت رهبری تقی شهرام اعلام مارکسیست بودن کرد و بعد مسعود رجبی باش مخالفت کرد، رجبی معتقد بود که تهدید اصلی جریان مذهبی است که با شاه مبارزه میکنن به زعم اون جریان راست ارتجایی، و شاخصترین و کلیدیترین فرد رو چه تقی شهرام و چه بعد سلفش مسعود رجبی در شخص دکتر بهشتی میدیدن و معتقد بودن که اون کسی هستش که ثبات خواهد داد به این نظام. و ما به اعتبار یک تشکل و یک مجموعه اسلامی مسئول که خود را در ساخت سیاست این کشور و امروز و فردای این جامعه مسئول میدونه، نه مسئول انحصار طلبانه که درست در مقابل خط مشی این تشکیلات هست و به دروغ درباره این تشکیلات گفته میشه. نه، اگه بخوایم دکتر بهشتی رو تو طبقه بندی های رایج بذاریم، از آزادی خواهان جمهوری اسلامی بود، چون بعضیا از ابتدا اعتقادی به این حرفا نداشت. وقتی حزب توده پیشنهاد مناظره کرد با آقای بهشتی، چند نفر به ایشون گفتن که آقا اصلا شما شایسته نیست با کیانوری طرف بشید حرف بزنید، شما کجا او کجا، شما یه شخصیت بزرگ بالا علمی روحانی معنوی، از جمله کسایی که مخالفت کرد خود من بودم. آقای بهشتی همه اینا رو گوش کردن، اصلا موافقی نبود، همه مخالف بودن. بعد از گوش کردن همه این حرفا گفتن که نه، آقای کیانوری از من خواست که باش مناظره بکنم، من باید با او مناظره بکنم و میکنم. ما مخالفیم به این که در جمهوری اسلامی یه آدم مسلمون بیاد درباره مارکسیسم صحبت کنه و رد بکنه. ما اینو کافی نمیدونیم، که مخالفیم اینو کافی نمیدونیم. ما میگیم اگر یه مسلمون بیاد مارکسیسم رو اینجا مطرح کنه و رد بکنه، اینو کافی نمیدونیم. برای اینکه اون وقت اون جوان ما، اون بیننده و شنونده، این تو ذهنش میگه شاید مارکسیسم این نباشه. صحیح همینه که یک مارکسیست تمام عیار بیاد اینجا بشینه، یک مسلمان معتقد آگاه هم بیاد بشینه، اون مارکسیست خوب حرفاشو بزنه، این مسلمان هم حرفایی رو نقد کنه و بیننده و شنونده مسلمان این دو سخن رو بشنوه و انتخاب کنه. بیننده و شنونده میخواد مسلمان، میخواد غیر مسلمان. چطور میشه که خب وقت سازمان مجاهدین به جای اینکه مثلا هدف رو روحانیون یک کمی سنتی تر و اونایی که خیلی قائل به مردم نبودن قرار بدن، میان سمت دکتر بهشتی؟ خیلی روشنه دیگه. اونا که عشق به دموکراسی و آزادی نداشتن که از بهشتی و امثال بهشتی خوششون بیاد. مسعود رجوی میگفت ما با خیلی از روحانیون میتونیم کار کنیم. یه روحانی سنتی ضد دموکراسی، ضد مردم سالاری خطری نداشت. مجاهدین خلق با کسانی مخالف بودن که احساس خطر میکردن از طرف. اگر از من بپرسید که بزرگترین لطمه ای که رجوی و فرقه رجوی زدن، میگم دموکراسی رو تو ایران به عقب انداختن. یعنی این رابطه که شما الان مثلا خیلی راحت بیایید تو متن زندگی اجتماعی باشن مسئولا، این رو گرفتم. از نظر فقه اسلامی حرام مطلق است حجاب. یعنی چه حجاب؟ یعنی این که زماندار طوری زندگی کنه که هر کس میخواد پیش او بره باید از دربانی، از مأمور تشریفاتی، از رئیس دفتری بجرده باید حداقل هفته یک بار، روزی یک بار، یک مقداری که برای شراب زمان کافی باشه باید این در اختیار عموم باشه. آقا ترورش میکنن بکنن، کی از علی ارزنده تر که ترور شد؟ جامعه ای که بخواهد روی کاکل دری یک آقا پاش بند بشه مرد بر این جامعه اصلا. ترورش کنن دیگه چی میشه؟ دیگه به سری کنن. اگه نه بنده سری جون خودم میترسم، حتی زماندار نباید بشم من. کسی که سری جون خودش میترسه نباید زماندار. اینا دوک به در اسلام رفقا، اینا دوک به من میگم دوک دوک دوک، برای اینکه ببینید اینا هیچ قابل انعطاف نیست. و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است.
و آن مظلومیت ایشان در این کشور. در روزی که در واقع پیام امام صادر شد و بعدش راه پیمایی شد برای تشییع جنازه شهدا، چون بیمارستانم نزدیک مجلس بود، صدای راه پیمایی کنندگان رو میشنیدیم. شعاری رو که ما صبح در مؤتلفه ساختیم که امروز باید شعار بدیم که ایران پر از بهشتیه. ایران پر از بهشتیه. ایران پر از بهشتیه. ایران پر از بهشتیه. اتفاقا هیچ ایران پر از بهشتی نبود. این که شعار دادن که دشمن در چه فکری ایران پر از بهشتیه، احساسی بود، منطقی نبود، واقعی نبود. ما آقای بهشتی نداشتیم توی جامعه خودمون. مقطعی بود که شما خلأ دکتر بهشتی رو احساس کنید، مثلا بگید اگه الان دکتر بهشتی بود نقشش تعیین کننده بود؟ اصلا بپرسید کدوم زمان احساس خلأ نکردید؟ اون لحظه اولی که این واقعه پیش آمد و رادیو اعلام کرد که روح خدا به ملکوت اعلی پیوست، خلأ وجودی یه چنین شخصیتی احساس میشه. در این حال که بعد از رحلت امام احساس خلأ میکردیم، چون امام یک چیز دیگری بود، اما دلمون با آقای بهشتی خوش بود که خیلی جای امام رو میتونه پر کنه. بعد از حضرت امام رهبریت جامعه رو بر ایشون تصور میکنن. کسی نداشتیم در شأن سید شهدای انقلاب، حتی مقام معظم رهبری بر این اذعان دارن. البته آقای بهشتی خیلی بزرگ بود و این مردم هنوزم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناختن. بهشتی در آینده شناخته خواهد شد. بهشتی رو ما ها میشناختیم که سالیان درازی کوشش او رو در راه پیشبرد این انقلاب دیده بودیم از نزدیک، که قدم به قدم چگونه این مرد این انقلاب رو پیش برد. کاری هم نداریم، اثباتم لازم نداره، اثبات خواهد شد. گاهی میگفتن بهشتی در بانک‌های سوئیس سپرده‌گذاری داره، یا بهشتی قدرت طلبه، یا انحصار طلبه. ولی من وجدان جمعی رو تو ماجرای بهشتی خیلی خوب درک کردم. پدیده وجدان جمعی که قضاوتی که در مورد افراد میکنه، قضاوت همراه با حسرت. تهمت‌های ناگوار به ایشون زدند. از آقای بهشتی اینها میخواستند یک موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از 20 سال ایشان را میشناختم و برخلاف اونچه این بی انصاف ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند و